یو چطور رفقا، امروز اومدیم با یه آموزش موومنت جدید و میشه گفت آخرین آموزش موومنتمونه. دو تا پارت قبل این گذاشتم، میتونید برید اونها رو ببینید و بعدن این ویدیو رو نگاه کنید، یا میتونید این ویدیو رو نگاه کنید بعد اونها رو نگاه کنید، فرقی نداره. خواستی که دو تا پارت گذاشتم و این آخرین پارتشه تا مودرن وارفر جدیدی بیاد و مکانیکای ذره عوض شه. تا مودرن وارفر هم ریلیز بشه براتون پارت جدید مومنت رو میذارم اگه تغییراتی به وجود اومده بود، و بهتون همیشه توضیح میدم. توی این پارت قصد دارم اون چیزایی که از قلم افتاده بود و ریزنکاتی که لازمتون بگم و بهتون توضیح بدم در مومنت و اینه که چجوری مومنت پیدا، اگه کسی روتون داره مومنت میده چه کار بکنید، و خلاصی که تا تای ویدیو نگاه کنید. مرسی که هستید و حمایت میکنید، بوس به کلهاتون. مثل همیشه ساب و لایک و کامنت و اینم فراموش نکنید. اگه این ویدیو 100 لایک بخوره یه آموزش خوب کردن یا بهتر کردن ایمم بهتون میدم، و یاره دیگه همین. خلاصی که 100 لایک رو میخوام ببینم روی این ویدیو و دمتون گرم، و بریم که بریمش معطلی ویدیو رو داشته باشیم. رو نگهدان. آقا الان توی یه میمت شو این نوستایی هم که جروب مینی تیتره اومده که کمک اون کنه توی چیز توی این پروسه کار زندگی ما رو کنده توی پروسه آموزش کمک اون کنه سر یه چیزایی که حالا جلو درتون میگم. ببینید اولین چیزی که میخوایم در بارش بحث کنیم، اگه گفتی چیه؟ نمیدونه چیه. خب اول چیزی که آقایم در باید صحبت کنیم مولیتی گانه. خب مولیتی گان هر کاری که میخواید بکنید، میخواید مومنت ندید، میخواید ایم سری تر بکنید، هر کاری میخواید بکنید مولیتی گانتون باید بالا باشه. شما وقتی مولیتی گانتون شد باشه، هر چقدر شما مومنت بدی، هر کاری بکنی، این نوبسته ای که جلوتون میخواد مومنت بده بزنتتون میزنه پارتون میکنه. الان مولیتی گان شده. خب اصلا میگیری دستت این اینو نها کن چرا سری میدوه باره من نکن. بیا یه چیز چیز بذاریم با هم دیگه. بیا بیا اینجا بایستا چی بذاریم؟ هر وقت گفتم سه میدویم. یک دو سه. دارتا زودتر شروع کردیم. بیدیم الان زودتر از من رسید اینجا رد کرد. یه چی؟ یعنی مولیتی گان هم کمه؟ آره با اینکه زودتر هم دویدم. این یعنی که مولیتی گان کمه و اسپید شما، سرعت شما هم کمه. وقتی اسپید کم باشه هر چقدر هم بخوایی روی رو موومنت بزنی نمیشه. خیلی توی پی او وی طرف، توی کمرای طرف آروم چیز میکنی، ترکت میکنی. این از این، این از مولیتی گان. اینقدر ندو آقا وحش. خب ببینید بچه ها، موقعی که یکی داره رو تو موومنت میزنه پیتر جان زن بیاینجا وایسا، اینجا وایسا. خب ببینید این دوست عزیزمون الان میخواد بیاد اینجا بانی هاپ کنه. خب کاری که ما میکنیم، بیا بانی هاپ برو. ببینید تو جهت مخالفی که این دوست عزیزمون بانی هاپ میکنه، داره مثلا به سمت راست بانی هاپ میکنه. اکیه خب بکن خلاف جهتش. بیا ما چیز میکنیم، اسلات کنسل میریم و میزنیمش ایزی. بیا ایزی به همین راحتی وایسا، پریدی وایسا. ببین الان اومد اینجا، ما اون این بر چیز کردیم، نه اومد این بر پرید، ما هم اومدیم خلاف جهتش اومدیم. خب این کاری که میکنه اگه طرف موومنتش خوب باشه، بلد باشه، دوباره یا راست میپره یا چپ میپره. یه بر بانی ها کن یا دستا کنسل برو، ما دوباره همون خلاف جهت حرکت میکنیم. باشه همیشه سعی آره. کن آره. گوز پیچ کنی. آره سعی کن یا رو گوز پیچ کنی ایزی. اما خب اینجا میری پشتش رو میزنی پس شورش. این هم از این که چجوری در مورده که بانی هاپ میکنه موومنت بدیم. یارو خوراک موومنته، یارو خدای موومنته. خب میاد جلو چیز میکنه این بر اون بر میکنه وای سه دقیقه میاد جلو این بر اون بر میکنه چیز میکنه. جدی نمیبینم تا جدی برام. شما ترنکایی که میتونید بکنید، شما ترنکایی که میتونید بکنید، بیا الان دور من بچرخ. این داره دور هم میچرخه. خب نیم داره موومنت میده. شما تنها کاری که میتونید بکنید، بهترین کاری که میتونید بکنید که ازش فاصله بگیرید، ازش فاصله بگیرید. دیگه این دوست عزیزمون داره رو هوا موومنت میره. خب یعنی آره من هر چقدر موومنت
آره این وسط میذارم هنش میکنم. پس تنها کاری که میتونید بکنید اینجا شیلد نداریم. تیتیکش خیلی سریع تره، راحت تر میمیریم. خب ولی توی وارزون چون شیلد دارید اشپیتون بیشتره، موقعی که این حرکت رو بزنید تا یارو بیاد بکشتتون شیلدتون رو بره کنه، چون وقتی ازش فاصله میگیرید تا بیاد بهتون ایم کنه دریدش. حالا این آموزش ایم هم باید براتون بذارم که ایمتون با موومنتتون سازگار باشه، یعنی شما هر حرکتی میدید خب ایمتون هم باش بیاد. مثلا اینجا رو کن، اگه حالا هر کی ایمش بد باشه، حالا هر چقدر موومنتش خوب باشه نمیتونه کاری بکنه. حالا این ایم خودم رید. وقتی طرف داره چیز میکنه موومنت میده، سعی نکنید ایم کنید روش، یه موومنت بده. یعنی حالا ایم من تو کی میتونم ترک کنم اینو به سگ؟ خب ولی خیلی ها نمیتونم یه حرکتو بزنم. خب کاری که باید بکنید اینه که هیت فایر سیز کنید طرف رو بزنید، چون هم تیراتون پخش تر میخوره، یعنی هر چقدر یه رو موومنت بده وقتی هیت فایر میزنید تیراتون پخش میخوره، ممکنه که آقا ایزی میزنید میکشیدش، ولی ایم کنید خیلی دقیق میخوره و امکانی میس دادنتون زیاده. پس موقعی که طرف داره موومنت میده جلوتون سعی کنید که هیت فایر بزنید. برای مثال یه دوست از اینجا وایساده، حالا این دوست از اینجا وای نمیسته، تو ازش فلفله نمیتونی یه جا وایسته. خب دوست از اونجا وایساده، خب ما هم سرپاشو شنیدیم، اوکی داریم پوش میریم از خونه، داریم میایم بیرون. خب در یه باز میکنیم میبندیم بیرون بانی هاپ میکنیم، اوکی بیا همونجا وایستا، در یه بار باز میکنیم میبندیم میبینیم بیرون جوری میزنیمش. تو چه جوری پریدی اینجا؟ اصلا ندیدم. تا بیام بزنمش، تا بیام به خودم بیام زده چی پارم کرده، ببینید ایز. موضوع بعد اینه که آقا در خیلی چیز مهمیه. خب در توی وارزون خیلی چیز مهمی، شما میتونید باش موومنت برید اینمی اسکولش کنید. بیا پیتر این الان این دوست عزیزم اصلا دنباله من، سعی کن منو بخوشی. بیا کجا میرید؟ او مای گاد. نه ببینید با در بازی بازی کن من گوشت آدم گوشتی شام داشت. آره خودتو سعی کنید با در بازی کنید، اوکی با در بازی کنید، با در بازی کنید تا جایی که یارو گیرش میاد میزن میکشیدش، اوکی. این هم موضوع در آره تا حدی گوشتیش کنید که خودتون هم گوشتیشی خیلی. الان نا کنید، الان تو در گیری کردم. این دو حالت داره، یا شما تو در گیری میکنید یا اینمی تو در گیری میکنید. دریه رو من نشتم میزدم. آره اون هم هستش. ببین ولی ببین این دو تا حالت داره. خب یا واقعا شما تو در گیری میکنید که اگه یارو خیلی بازیش خوب باشه بدون دروششی باز بسته کنه شما تو در گیری میکنید، یا اون یارو که جلوتون نوبه سک باشه و این چیزها رو بلد نباشه یارو تو درگیر کنه. که اینجا منو پیده هر جفته اون بلدی و هر جفته من تو درگیر میکنیم، اوکی؟ ولی این حرکت خیلی جوابه. نه الان جرولامون عوض شد الان، چون من میخواستم با در بازی کنم تو میخواستی دنبالم بیدیم. بالا بسه که با در بازی کنید آقا، اوکی؟ این هم از این موضوع. حالا یه جا پنجره میبینید، خب یه جایی که پنجره میبینید هیچ وقت اینجوری ازش کلایم نکنید برید تو، چون موومنتتون رو چی کم میکنه، اوکی؟ الان میگیم یکی اینجا وایساده، اینجا وایسا، اینجا همین یکی اینجا وایساده، اوکی؟ ما از اینجا فاصلمون رو میگیریم، خب از پنجره بیشترین فاصلمون رو میگیریم، خب جامپ میزنیم تو پنجره، یه جامپ دیگه میزنیم روی این لبش و میپریم اینجا، اوکی؟ ولی الان مثلا اگه اینجا اینجوری کلایم کنی یه ساعت تا بیای کلایم کنی یاد یه میزنته. آره بیا الان یه حرکتو بزن. ریدی بچه ها موضوع بعدیمون خب استیمه. خیلیاتون دیدم تو کلیپ هایی که میگیرم
میگید که چجوری سرعت دمو بیشتره. من موقعی که دد سایلنس میزنم یه مقداری سرعتم بیشتر میشه. خب حالا توی مولتی مدرن وارفر استیم میزنی هیچ تأثیری رو سرعتت نداره. وقتی چیز میکنید دد سایلنس میزنید سرعتتون بیشتر میشه کلا همه جا. ددیو میزنید سرعتتون بیشتر میشه، ولی حالا استیم هم یوز میکنید توی وارزون یه مقداری باز سرعتتون بیشتر میشه، چی باعث میشه که پرواز کنید. اوکی، اون حالتی که من دارم خیلی سری میدوام اینجوریه که هم ددی زدم هم استیمو یوز کردم و سرعتم خیلی زیاد شده، خیلی بوست شده. اینم از این موضوع که میگید چرا چیت موومنت میزنی و اینجور چیزا، به این دلیله. ببین مثلا پیتر رو اونجا داریم، خب داره فیک پیک میده. اوکی، من اینجا بسادم خط گرفتم، داره پیتر فیک پیک میده و داره اینفورمیشن جمع میکنه برای خودش که اینجا کسی هست یا نه. میبینی چجوری اینقدر سریع این برام میشه تا بخوام بزنمش هی محو میشه. اوکی، این که یکی لوگرانده. اوکی، شما میتونید هی هدگیریش بدید و طرف رو بزنید. حالا بادی معلوم بود، ولی فقط برای من کلت معلوم بود. همین گفتم یه میتونید این کارو بکنید، هدگیلیش کنید، اینجوری بشینید پاشید، بشینید پاشید، فقط سرتون معلوم باشه ولی کل بدن یارو معلوم باشه. و اینکه اگه یارو ایمش خوب باشه بازم میتونه شما رو بزنه، شما میتونید چیکار بکنید؟ شما میتونید اگه مثلا یه پنجره دیگه اینجا داره یا اینجا کلن چیز بازه، خب یه ور دیگه که یارو خط نداره شما بشینید شما رو گم کنه، یه ور دیگه که شما رو نمیبینه بپرید بیرون برید پشت کابل بعد بزنیدش. اوکی، اونجا ایستاده. خب دارم میزنم بشیده این هرم کجا میره، میره اون ور، میره پشت کابل، میاد این ور میزندم. اوکی، موقعی که این همچین اتفاق میفته سعی کنید که طرف رو گوز پیچش کنید. خب کل ویدیو ما رو بیس گوز پیچ میاد چیز میشه میچرخه. خب کلا باید انمی رو گوز پیچش کنید شما. یه ور پیچ بدید تاره، یه ور پیچ بدید بعد که پیچ دادید طرف فهمید اونجایید، یه ور دیگه دور پیچ بدید. اوکی، من مثلا اینجا ایستادم دارم پیکش میدم میپرم بیرون، الان فکر میکنم میام اینجا پیکش میدم ولی میرم اونور، اونور پیکش میدم، میرم میذارم. من دقیقاً رو هوا بودم به یه چیز زدم. آره آره دقیقاً میتونید اون کارم بکنید. اینم از این مپ است و دیگه تمومه دیگه، همه ریز مطالب گفتم، همینا مونده بود از پارت قبلی. چیزی که مونده بود سعی کردم بهتون بگم تو این پارت و دمتون گرم که از سیدو حمایت میکنید. بوس به کلهاتون مثل همیشه، سابسکرایب و کامنت و لایک و اینا فراموش نشه. از پیتر نوبسه هم تشکر میکنیم که اومد و کمکمون کرد و گم شو ببین پاره خورست درد گرم. بچه درتون گرم، تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار، خدا حافظ. وایسا 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 آقا یکی موومنت دیگه شما هم موومنت بکنید وای نست نگاش کنید. آره این هم هستش. آره یکی جلوتون داره موومنت بینده جلوش موومنت بدید گوز پیشش کنید. خلاصه آره خلاصه من همینه، تو ببینید نوست سر مراقب باشید، مراقبت کنید فعلا، خدا نگهدار.